عرض سلام و ادب دارم، شاهین نجفی هستم در کانال یوتیوب شاهین نجفی. امید دارم که هر جا هستید سلامت باشید. چند روز گذشته روزهای بسیار مهم و پرتلاطمی بود و در روز 40 مهسا امینی عزیز که اسمش پسورد و رمزی شد برای انقلاب ایران، قیام پرخروش مردم ایران و بعد از اونم که نیکا شاکرمی رو داشتیم، این روزها روزهای بسیار بسیار دشواریه برای خامنه ای و نظام صفاک جمهوری اسلامی و دست به کارهای بسیار سخیفی دارن میزنن که پیش از این هم کارا رو کرده بودن، ولی دیگه اون دوران تموم شده. حنای شما رنگی نداره، باختید وضعیت رو. دونه دونه از شهرهای ایران دارن قیام میکنن، همراه دارن میشن، اعتصاب داره اتفاق میفته. ببینید الان دیگه معدود آدمی وجود داره که دیگه شک داشته باشه به سقوط جمهوری اسلامی. سقوط یعنی همین چند وقت پیش که من تو اون سخنرانی لس آنجلس گفته بودم ما وسط انقلابیم، یه سری از این بسیجی مسیجی ها و اطلاعاتی ها اومده بودن به حالت مسخره اونا که شاهین نجفی گفته ما وسط انقلابیم. انقلاب یه پروسه است. دقیقاً به همین دلیله که من میگم که ما وسط انقلابیم. انقلاب چند مرحله داره و الان ما وسط یکی از این مراحلش هستیم. وقتی که این چنین مردم بی‌پروا چشم در چشم نیروهای نظامی و سرکوبگر وای میستن و هر چی فوش از ته قلبشون هست دارن نثار میکنن، دیگه شما باید بفهمید بازی رو باختید. با سوریه ای کردن، با نمیدونم تهدید به بمب‌گذاری، این کاری که الان تو شاهچراغ کرد، ببینید تمومه. چرا نمیخواد بپذیرید؟ تموم شده بازی. الان فقط دارید کشش میدید. هر چقدر جلوتر که بریم خشونت بیشتر میشه، درگیری ها بیشتر میشه و فقط دارید کار خودتون رو سخت‌تر. یعنی چیزی که الان میشه گفت اینه که عزیزان، آیه مسئول، اون کسی که توی ارتش هستی، ببین ما با روش‌های مختلف، با زبان مختلف گفتی شده به شما، مردم به شما گفتن، همه دارن میگن که بیا به سمت مردم و این بازی کثیف رو تمومش بکنید. جمهوری اسلامی باخته، جمهوری اسلامی نمیتونه ادامه بده، نه شرف و حیثیت بین المللی داره، نه نزد ملت خودش مقبولیت داره. دیگه با چه زبانی اینو دیگه باید بفهمید. در هر صورت بحث بسیار مهم اینه که این ماجرای 40 ماه، هر نفری که از این مبارزان و جوانان، پیر و جوان، واقعا زن و مرد کشته میشه، همون اتفاق هی چرخشی ادامه پیدا میکنه. یکی بکشید دوباره 40 براش گرفته میشه، یکی بکشید دوباره اون داستان همون شهر ادامه پیدا میکنه. من الان واقعا جدی توصیه، من نگرانم واقعا برای این بسیجی ها، افراد رد پایین سپاه. ببینید دیگه وضعیت چیه، دیگه خودتون دیگه متوجه بشید. یه دوراهیه، یه سمتش مردمن، یه سمتش نظام جمهوری اسلامی که شما حداقل شما هیچ سهمی درش ندارید، شما فقط گوشت جلوی توپ هستید. بیاید به سمت مردم و این داستان تموم بشه. در هر صورت من بحث اساسیم سر کارهایی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، این تخریب کردن ها، این تغییر کردن ها، این نمیدونم ضرب و شتم مردم تو خیابون، کشتنشون، ترکوندن و نمیدونم ترور و این داستان بمب‌گذاری و اینا، این بازی ها رو تموم کنید. چند وقت پیش از دانشگاه امام حسین یه دونه مطلبی منتشر شد بیرون و تمام اینها رو شما تئوریسین هاتون، استراتژیستاتون ردیف کرده بودن، بین خودتون رأی گیری کرده بودن. حالا من باید فرصت بکنم بشینم اون رو هم بعداً روش با دیتیل، با جزئیات بشینم در موردش حرف بزنم. به کجا میخواید برید؟ با مسخره کردن، با ایجاد تفرقه تموم شده. الان ببینید هر اتفاقی، من دارم روشن و صریح دارم میگم، هر اتفاقی اختلاف نظری بین گروه‌های مخالف وجود داشته باشه، همه سر یه چیز توافق دارن و آن رفتن جمهوری اسلامی. بحث‌های بعدی مربوط به مخالفین، مربوط به مردمه که میشینن با هم دیگه صحبت میکنن، حلش میکنن. الان ما جوانان تیزهوشی کف خیابون داریم که اینا دیگه اصلاً چیزی به نام اون اتوریتی جمهوری اسلامی رو بر نمیتابن. اون حرکت‌های نامتمرکز گروهی محلی نمیدونم خودانگیخته که هی ماهی تکرارش میکنیم و داره اتفاق میفته، داری میبینی وسط خیابون، چنین چیزی نمیتونی نابودش کنی، چنین چیزی نمیتونی از بین ببریدش، فقط بیش از پیش دارید خودتون رو خسته میکنی. درود بسیار میفرستم به جوانامون، درود بسیار میفرستم به هر کسی که قلبش و جان و ذهنش با ایران میتپه و در سرتاسر جهان دارید میجنگید برای این قضیه. واقعا دستاتون رو میبوسم،
از دور در آغوش میگیرمتون و هیچ آرزویی ندارم، من فقط یه نفر هستم و به عنوان کسی که کارم موسیقی و هنر هست عشق میکنم، میبینم که مردم چگونه هوشیار و شجاع دارن برای حقوق خودشون میجنگن و این راه ادامه پیدا خواهد کرد. ما که هستیم سالهاست توی این سنگر داریم میجنگیم، هر کسی هم تازه وارد هست بازم دمش گرم، دست به دست هم همبسته، هوشیار، تیزهوش، حواس جمع، میریم جلو. فدا.